سلام. سلام آقای مغنی بچی. جناب آقای مهدی. حال شما چطوره؟ خوبین. خیلی خوش اومدید. زنده باشید. شکرم. اولین باره که به این شکل از طریق فرودگاه وارد یه شهر میشیم و مسیر رو قرار ادامه بدیم. آقای مهدی خواه اصلا مدیر روابط عمومی فاوا درسته؟ سازمان فاوا شهرداری مشهد. شهرداری مشهد. مهدی پناه. من هنوز سلام علیکم نکردم آقای مهدی پناه. من اشتباه گفتم؟ آره یه مقدار. سلامت باشید. خیلی خوش آمدید. خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز برنامه همسفر. همراه ما هستین در ایران گردی، داریم با جاذبه های دیدن کشورمون آشنا میشیم. جناب آقای مهدی پناه عزیز، مدیر روابط عمومی فاوای شهرداری مشهد استقبال ما اومدن توی فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد، درسته؟ بله بله بله. آقا کجا قرار بریم؟ هر جا اراده بفرمایید. خوشبختانه از مسیر فرودگاه به شکل‌های مختلفی میشه تعیین مسیر کرد، ولی من یه پیشنهاد ویژه خوب دارم برای شما. اون هم در واقع نصب یک نرم افزار ویژه شهر مشهد در بعد به ورودتون به شهر هست. نقشه همراه مشهد رو اگه الان با هم دیگه رو گوشیامون نصب کنیم، برای رفت و آمد اون در سطح شهر، برای مسیریابی، برای انتخاب وسیله نقلیه‌مون، برای نقاط گردشگری و هر چیزی که یک مسافر، زائر یا گردشگری که به مشهد وارد میشه نیاز داره، خیلی به اون کمک خواهد کرد. بسیار عالی. اجازه بدین یه جای بشینیم. حتما. اون نرم افزار رو نصب بکنیم. بعد بریم به سمت مقصد. این چمدونایی هم که بچه‌ها سخت دیگه پشت صحنه دارن با خودشون می‌برن. یه جا بشینیم، اون نرم افزار رو نصب کنیم، ببینیم از کجا باید شروع کنیم. در خدمت شما. بفرمایید. نقشه همراه مشهد رو سرچ بکنم. آره. جستجو همراه مشهد. خب اینم نصب. بعد این همراه مشهد چی هست؟ در واقع نقشه هست که بیش از 90% از نیازمندی های هر زائر یا مسافر رو پاسخ میده. تو دسته های حدود 130 لایه اطلاعاتی نیازمندی های روزمره، مسیرهای رفت آمد، مسیریابی برای همه هم ثبت نام و اینا هم نداشت. رایگان خیلی راحت نداشت. نه نه نه
نصف شد دیگه. آقا من دنبال بحث این هستم که سفر ارزان رو تجربه کنم. از بس تو برنامه خودم گفتم سفر ارزان، سفر ارزان، خودم یک کمی باورم نمیشه. میگم که مگه میشه سفر ارزان؟ حالا که با هواپیما اومدیم، از اینجا به بعد میتونیم سفر ارزان تجربه کنیم؟ این نقشه خیلی به شما کمک میکنه برای اینکه سفر ارزان و اقتصادی داشته باشید. من الان میخوام حرم امام رضا زیارت از اونجا شروع بکنم. شما الان مسیرتون رو، یعنی نقطه استقرار شما رو روی نقشه نشون میده. آره الان اینجا فرودگاه. حالا شما میخواید مسیریابی بکنید. میشه انتخاب شده. خب مسیریابی که بکنید، نقطه‌ای که میخواید در واقع سفر بکنید اینجا مسیریابی. کجا باید بنویسم؟ اینجا حرم مطهر رو انتخاب بکنید. خب به صورت پیش‌فرض به شما میده. حرم انتخاب شد، به شما چند مسیر رو در واقع معرفی میکنه. درسته. مسیر یک، دو، سه. بله. شما از فرودگاه میتونید از مترو استفاده بکنید. مترو داریم شما؟ بله، مترو تا فرودگاه کاملا اومده. از تاکسی و خودروی شخصی هم میتونید استفاده بکنید. پیشنهاد من در راستای این سفر اقتصادی شما مترو هست. مسیر اولی هم که نقشه همراه بهتون پیشنهاد میده استفاده از متروست. هم اقتصادی و هم راحت هست. باید با هم دیگه سوار خط یک مترو بشیم و میدان بیت المقدس پیاده بشیم و از اونجا دوباره یک قسمت کوتاه رو به سمت حرم طی بکنیم. هر مسافری بیاد تو فرودگاه میتونه این حرکت رو انجام بده و بعد هم دیگه جاذبه های دیدنی و گردشگری و تاریخی و توریستی و تفریحی و زیارتی. بله بله. روی همین نقشه میتونه جاذبه ها رو انتخاب بکنه و بعد مسیریابی بکنه. نقشه بهش میگه که به چه شکلی و با چه وسیله‌ای میتونه به شکل اقتصادی مسیر رو طی بکنه. اتفاق آقای مهندس مهدی پناه عزیز اومدیم وارد مترو شدیم. الان اینجا جاییه که شما راحت میتونید به هر حال سفر ارزان رو تجربه بکنید و به سمت حرم مطهر انشاءالله میخواییم حرکت بکنیم. اتفاقا جناب مهندس مبین مقدم رو اینجا دیدیم، مدیریت بهره برداری مترو مشهد. درست گفتم؟ بله بودم. سلام علیکم، شما بینندگان هم سفر داشته باشید. سلام عرض میکنم خدمت شما، همکارانتون و همه مردم خوب و بینندگان عزیز برنامه همسفر در خدمتتون. خوب هست، ما اومدیم که سوار شیم. که خب ما چون زمان بندی دقیقه داریم، سر زمان فکر میکنم تا چند دقیقه دیگه انشالله قطار وارد ایستگاه میشه. یعنی تایمش دقیقه. چقدر طول میکشه تقریبا؟ ببینید ما به طور عادی در مشهد هدوه قطارهامون، یعنی سرفاصله زمانی رسیدن قطارها به ایستگاه، بین 4 دقیقه تا 7 دقیقه هست. بستگی به جمعیتی که استقبال کننده و شلوغی ایستگاها. درسته. این تایم شناور هست. از اینجا کجا میریم دقیقاً؟ خب ما الان در ابتدای خط 1 هستیم، فرودگاه شهید هاشمی نژاد. مسافرینی که تشریف میارن فرودگاه شهید هاشمی نژاد میتونن با انتخاب قطار تا میدان بسیج طی مسیر کنن. از میدان بسیج با سایر موتهای حمل و نقل فاصله نسبتاً کمی هست تا حرم مطهر، حتی میتونن پیاده مشرف بشن یا با تاکسی و اتوبوس مشرف بشن. درسته. بعد بقیه اسکا کجا؟ چند تا خط کلا مشهد داره؟ خب در حال حاضر ما دو تا خط مترو داریم در مشهد، خط 1 با 24 اسکا و خط 2 که 9 اسکا فعال و در حال بهره برداری. به جاذبه گردشگریتون میخوره؟ تاریخی، گردشگری، دیدنی، توریستی، تفریحی. بله. ببینید با این دو خط تا یک حدودی پوشش داده شده. عرض کنم خدمت شما در حال حاضر فرودگاه هاشمی نژاد و پایانه راه آهن قطارهای مسافری بین شهری رو ما ایستگاه داریم. انشالله به زودی با افتتاح خط 3 فکر میکنم ترمینال اتوبوس‌های مسافری رو هم داشته باشیم. دسترسی به پارک ملت و کیلاباد و نقاط گردشگری این چنینی که در محدوده شهر هستن تعدادی از اینها برقرار شد. خیلی ممنون توضیحاتتون. صدای قطار میاد. یعنی دقیقا الان فکر کنم تا 2-3 ثانیه دیگه قطار وارد
در جایگاه میشه، ما سوار میشیم و به اتفاق شما بینندگان عزیز رسما وارد مشهد مقدس میشیم و از فضاهای گردشگری و تاریخی و دیدنی و توریستی و تفریحیش براتون خواهیم گفت. ضمن این که الان دیگه فصل زیارت هم هستش دیگه، دهه کرامت رو پشت سر گذروندیم و الان میرسیم به زمانی که میلاد سرباز سعادت آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام هستش. تو تایم بسیار عالی زیارت شما از الان قبول باشه. سلامون علی آل طه و یاسین، سلامون علی آل طه و یاسین، سلامون علی آل خیر النبیین، سلامون علی آل خیر النبیین، یا الله 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 الله. امامی به حق شاه مطلق که آمد، امامی به حق شاه مطلق که آمد، حریم درش قبله گاه سلاطین، حریم درش قبله گاه سلاطین، یا الله 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 یا الله. ما از طریق هوایی وارد شهر مشهد مقدس شدیم و در فرودگاه تجربه مترو رو هم داشتیم، یعنی سوار مترو شدیم اومدیم داخل شهر و جاتون خالی یک زیارت. الانم اومدیم تا با شهر تاریخی مشهد بهتر و بیشتر آشنا بشیم تو این قسمت و از فضاهایی که قرار طول یک هفته بهتون معرفی کنیم بگیم. ضمن این که به هر حال شب میلاد آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام همین توفیق نصیبمون شده، فضای بسیار خوبی هست و جای همه شما خالی. در بخش بعدی سعی میکنیم با آقای مهندس آل شیخ در رابطه با جاذبه های فرهنگی و تاریخی و دیدنی شهر مشهد مقدس براتون بگیم، پس ما رو همراهی کنید در این سفر برنامه. میخوام بیام دوره برد کنم دو آمن حرمت، میخوام بیام دوره برد کنم دو آمن حرمت، یا علی ابن الموسی الرضا، یا علی ابن الموسی الرضا، یا علی ابن الموسی الرضا، یا علی ابن الموسی الرضا. دستم بگر امام رضا، اومدم به پابوست آقا، دستم بگر امام رضا، اومدم به پابوست آقا، موکی غریب و دابی کسم، تویی کس و هم نفسم، موکی غریب و بی کسم، موکی غریب و بی کسم، تویی کس و هم نفسم، یا علی ابن الموسی الرضا، یا علی ابن الموسی الرضا، یا علی ابن الموسی الرضا، یا علی ابن الموسی الرضا. خب همونطور که گفتم جناب مهندس آل شیخ عزیز همراه ما هستن و قرار در مورد شهر مشهد مقدس بگیم. معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی. سلام علیکم شما بینندگان همسفر. سلام عرض می‌کنم خدمت بینندگان برنامه همسفر، به شهر مشهد خوش آمدید. آقا برای دومین بار ما مهمان شما شدیم. بله، باعث افتخار ماست. خواهش می‌کنم در ابتدای سال و الان هم زیاد از سال نگذشته، دیگه وارد تابستان شدیم، البته نیمه اولش هم نیمه اول ماهش هم گذشته. برامون بگین شهر مشهد چه تغییرات پیدا کرده تو این همین چهار ماهه، تغییر کرده یا نکرده یا رو به توسعه است؟ تغییراتش توی نرم افزاری، حالا شما فیزیک شهر رو که دیدید، الان هم ایام دهه مبارک کرامت هستیم و شهر آماده شده برای مهمان نوازی و مهمانداری زارین آقا علی ابن موسی رضا. امکانات مختلف شهری برای این قضیه بسیج شده، برنامه مختلفی هم در گوشه کنار شهر داره برگزار میشه و از همه مهمتر این که بالاخره شهر زیر ساختای نرم افزارش به سمتی رفته که زائرین محترم بتونن از امکانات مختلف در تحصیل سفرشون استفاده کنن، از جمله اینکه ما از اپ شهروندیمون و اپ زائر داریم استفاده میکنیم. آقا مترو ما اومدیم اینجا، یعنی ما سفر رو یه جور دیگه تجربه کردیم، به عنوان سفر ارزان توی شهر مشهد مقدس به همین شکل حرکت کردیم و خلاصه خودمون رسوندیم به شما.
توی اونجا داستانای خیلی جالب شنیدم در رابطه با شهر هوشمند که قراره به هر حال گردشگرا و مسافرا از اون بهره ببرن. یکم توی بخش بعدی می‌خوام در مورد این صحبت بکنیم، اما قبل از اون برام بگین که دهه کرامت چه خبر بوده توی مشهد از ابتدایش تا الان که ولادت حضرت. برنامه‌های مختلفی رو مجموعه مختلف دارن کار می‌کنن، هم وزارت ارشاد، هم آستان قدس، هم شهرداری دارن توی حوزه مختلف کار می‌کنن. مجموعه برنامه‌ها در اشاره مختلف فرهنگی در جاهای مختلف، در خود حرم، در مجموعه مختلف در حال برگزاری. در کوهسنگی هم برنامه‌های مختلفی رو شهرداری تدارک دیده که جنگ‌های شادی هستش، هر شب با مجموعه ستاره‌های ملی و چهره‌های شناخته شدن اجرایی دارن. در سطح شهر هم برنامه مختلف در فرهنگسرا و مجموعه دیگه در حال برگزاری تقویم داره. این هم اصلا مجموعه که برامون اپ مرتبطه، یعنی چون میتونید از رو اپ تمام این برنامه‌ها رو بگیرید، ایونتش رو برنامه دیگه میتونید مشارکت کنید. درسته. من یه توضیح برای شما بدم که یه اتفاق دیگه که من تو مترو تجربه کردم ورزش کردنه. یعنی به ما گفتن که یه دستگاه اونجاست، شما ورزش کنید، اون بلیت رایگان بهتون میده و شما میتونید ادامه مسیرتون اونطوری تجربه بکنید. بلیت زیاد مهم نیست، این که شما رو تشویق میکنن به ورزش مهمه. اون بخش رو میبینیم، برمیگردیم، آقای مهندس برامون بیشتر توضیح میدن. فلسطین هستم. اینجا چه خبر بود که من آوردی؟ خدمت شما عرض کنم که ما شعارمون تو شهر مشهد هست، شهر هوشمند، شهر امید و زندگی. در همین راستا در واقع شهرداری مشهد یه پیشبینی خوبی کرده در سطح ایستگاه مترو که حالا ما یکی از دستگاه رو داریم در واقع میبینیم و انشالله قرار توسعه پیدا بکنه، در راستای همون تزریق شور و امید بین مردم، مبارزه با کم تحرکی و در واقع توصیه مردم به این که به ورزش نگاه ویژه‌تری داشته باشن، این دستگاه ها پیشبینی شده. مردم میتونن اینجا جلوی دستگاه واستن، 4 تا در واقع حرکت رو انجام بدن به شکلی که دستگاه براشون توضیح میده و خروجی 6 تا در واقع حرکت رو فکر میکنن، حالا باز عملیش هم خواهیم دید. خروجی این دستگاه اگر درست انجام بشه بلیت رایگان سفر هست که اینجا میتونن استفاده بکنم و رایگان از خدمات مترو بهره مند بشن. یعنی من بیام ورزش کنم بعد بلیت میگیرم دیگه؟ بله. درسته، تشویق به ورزش. اگه خوب ورزش کنی ورزشم رایگانه دیگه. رایگانه. آره خیلی هم خوبه. نه واقعا اینجوری هم پیش بینی شده که حداقل حرکت رو هم بتونن مردم بزنن بلیت رو دریافت کنن. در واقع اصل بر اینه که تشویق بکنیم که آره یه تکونی به خودشون بدن. ورزش کردن خیلی خوب. محترم که مشهد تشریف میارن از امکانات مختلف شهری که مهیا شده میتونن استفاده کنن، از جمله این که برای پرداختای مختلفشون از کیف پول شهروندی میتونن استفاده کنن، پرداختای مربوط به بلیت اتوبوس، مترو و این هم از طریق اپلیکیشن موبایل قابل پرداخته و با نصب کیف پول شهری میتونن همین پرداختاشون رو در این قالب انجام بدن. روی این اپلیکیشن امکانات دیگه هم هست، امکانات نقشه، امکانات
راهنماهایی که هستش میتونن از هر مسیری که در مشهد وارد از فرودگاه راهن یا هر مجموعه‌ای که وارد مشهد میشن میتونن بعد از اینکه نقشه رو نصب کردن چون ماشین شخصی خودشون نیازی به آدرس گرفتن از کسی نیست میتونن مسیریابی نقشه رو فعال کنن مکانی که میخوان برن و برن پارکینگ‌ها رو مشخص میکنه پارکینگ‌های عمومی رو میتونن تو پارکینگ عمومی برن تشریف ببرن ظرفیت پارکینگ‌ها رو مشخص میکنه به روز به لحظه که این پارکینگ چقدر ظرفیت داره میتونن رو ظرفیت خالیش حساب کنن یا نه و پارک‌های مختلف مشهد و اماکن مختلف دیدنی مشهد میتونن ازش استفاده کنن به هر حال زیارت مشهد درسته که حضورش با سلام به آقای امام رضا شروع میشه پایانش هم با خداحافظی از ایشون هست اما وسط این قضیه برای اعضای مختلف خانواده میشه خیلی برنامه‌های مختلفی رو استفاده کرد از جمله برنامه‌های مفرحی که در پارک‌ها هست زائرینی که تمایل به ورزش صبحگاهی عسکری دارن برنامه‌های ورزشی میتونن استفاده کنن این برنامه صورت مرتب در پارک‌های مختلف مشهد خصوصا پارک ملت در حال برگزاری است برنامه‌های دیگه هم در سطح شهر هست ظرفیت‌های کوهستان پارک خورشید رو میشه به عنوان پارک خوب ازش استفاده کرد مسیرهای دوچرخه سواری و پارکی بسیار زیبایی داره فضای خوب و هوای خوبی که در این پارک ها هستش خصوصا تو این فصل گرم از زمان که خورشید میره به سمت غروب دیگه فضای پارک های مشهد هوای بسیار مطبوعی رو داره برای استفاده کردن از برنامه‌های مختلف که در پارک ها هست تقریبا همه پارک ها به تجهیزات ورزشی مجهزن یا برنامه‌های دیگه که در اکثر پارک ها فضای تفریحی مختلفی هم هست فضای کودک هستش مجموعه فضای کودک هم متنوع است برنامه‌های مختلف در قالب پارک‌های علمی برنامه‌های موزه‌ای برای کودکان میشه در واقع تدارک دید و استفاده کرد و این برنامه‌ها رو هم میشه از طریق اپلیکیشن سرچ کرد چون رو اپلیکیشن بزنید مثلا مکان‌های تاریخی رو میشه روش پیدا کرد برنامه‌های رزروشون و برنامه‌هایی که میشه ازشون چجوری توشون ورود پیدا کرد همه اینا توی نقشه شهر من هم هستش و میشه ازشون استفاده کرد و زائرین محترم یه راهنمای کاملی رو در این خصوص در اختیارشون هستش که زمان سفرشون رو برنامه‌ریزی کنن و از سفرشون استفاده مفیدتری داشته باشن سفری که ما الان داریم بهتون به هر حال در موردش صحبت میکنیم به خاطر اینه که ما توی کشوری زندگی میکنیم که روز به روز در حال پیشرفت هستیم پیشرفت چه از نظر به هر حال تکنولوژی و باید هممون به روز باشیم الان با وجود این نوع امکاناتی که هست باید ازش بهره ببریم تا سفر هوشمندی رو هم تجربه بکنیم شما در مورد شهر هوشمند فکر میکنید کی مشهدی که شهر هوشمند کامل میشه برنامه‌ای دارین براش هوشمندی یک مسیر یه مقصد نیست یعنی هر کسی هر مجموعه که روش‌های هوشمندانه رو برای حل مشکل چه استفاده می‌کنه در مسیر هوشمند شدنه حالا مسائل مختلف شهر ببینید که اولویتمون کدوماست اگه اولویتمون آب در مدیریت منابع آب اگه اولویتمون آلاینده و هواست در مدیریت آلاینده اگه اولویتمون ترافیک
تسهیل حرکت در این قضیه، اگه در سفر و زیارت هستش در تسهیل این مسائل، براتون چالش های مختلف هر حوزه رو با امکانات هوشمندمون حل کنیم. یه سری از این امکانات مربوط به مدیریت کردن مسائل مختلفمون هستش در سطح شهر، خصوصا بهره گیری و کم هزینه کردن خیلی از اقداماتون. این نرم افزاری که رایگان در اختیار، اطلاعات رایگان در اختیار مردم میذاره، در اختیار همسفران هم میهنانمون که تشریف میارن برای زیارت، امکانات مختلفی برای مدیریت بهترشون، برای اینکه بتونن سفرشون رو غنی‌تر کنن، کم هزینه‌تر سفر کنن، در اختیارشون میذاره. صحبت پایانی شما بینندگان همسفر. من برای همه هممیهنانم آرزوی اوقات خوبی دارم و آرزو دارم که اگه به زیارت مشهد اومدن زیارتشون قبول حضرت هم. خیلی ممنون، تشکر از حضورتون در برنامه همسفر. اما از شما بینندگان عزیز برنامه همسفر دعوت میکنیم در طول هفته همراه ما باشین. باز قرار از جاذبه های دیدنی، تاریخی، توریستی، تفریحی و گردشگری از نگاهی دیگر به مشهد مقدس نگاه کنیم و براتون تعریف بکنیم و شما رو دعوت کنیم به این زیارت معنوی. با پای دلتون بیاین به مشهد مقدس، چون ابتدای هر برنامه سعی میکنیم که صلوات خاصه رو پخش کنیم، دلتون رو هوایی کنیم، بعد هم از جاذبه های دیدنی و تاریخی براتون بگیم. تا فردا سوژه دیگه، خدا نگهدار.